در استکهلم پایتخت سوئد تجمع اعتراضی بزرگی برگزار شده که چهره‌های شناخته شده سیاسی، فرهنگی و شماری از نمایندگان پارلمان سوئد هم در اون حضور دارن. مستقیم به استکهلم میریم، همراه میشیم با همکارانم مهران عباسیان و طناز خامه که در میان جمعیت هستن. طناز، بله الناز، همونطور که گفتیم ما در یکی از میادین استکهلم هستیم، جایی که امروز تجمع گسترده برگزار شده. در کنار من آقای شکرابی هستم، وزیر تامین اجتماعی. ممنون میشم در ابتدا توضیح بدید در مورد این مراسم و اینکه چی داره میگذره الان. این گرد همایی یکی از بزرگترین گرد همایی در رابطه با ایران در تاریخ سوئد. در یکی از میادین مهم استکهلم هستیم و نمایندگان 7 حزب پارلمان سوئد در این مراسم شرکت میکنن، سخنرانی میکنن. 5 رهبر حزب و 2 دبیر کل حزب، یعنی کاملا میشه گفتش که همه نظام سیاسی سوئد اینجا حاضره و همه اومدن که حمایت بکنن از مردم ایران، از تلاش مردم ایران برای آزادی، برای دموکراسی، برای برابری. و اینکه جالب اینه که فقط ایرانیان اینجا نیستن، خیلی از سوئدی‌ها اومدن. در شبکه‌های اجتماعی توی این 2 هفته اخیر خیلی از سوئدی‌ها که شاید هیچ وقت آشنا نبودن با مسائل ایران فعال شدن و حاضرن اینجا از دوستای خودشون خواستن که اینجا شرکت بکنن. و من تو تاریخ سوئد همچین تظاهراتی ندیدم به این شکل که این همه سوئدی ها حضور داشته باشن و نمایندگان احزاب مختلف پارلمان سوئد. آقای شکرابی، یک سوال برای الان خیلی بینندگان، شنوندگان ممکنه مطرح بشه. سوئد تا به امروز با اینکه ما اتفاقات اینچنینی در گذشته هم داشتیم، اما واکنش نشون نداده، موضع در مقابل جمهوری اسلامی موضعش واضح نبوده. آیا صحبت های شما نشون دهنده اینه که سیاست ها داره تغییر میکنه؟ ببینید، سوئد کشوریه که همیشه با همه کشورهای جهان رابطه دیپلماتیک داشته، همیشه به گفتگو اعتقاد داشته، همزمان کشوریه که همیشه مسئله حقوق بشر براش مهم بوده. یکی از آغاز کار سازمان ملل سوئد یکی از کشورهایی بوده که همیشه تلاش کرده برای حقوق بشر، برای دموکراسی. و امروز سوئد یک کشوریه که 100,000 نفر از شهروندانش ایرانی تبار هستند. در پارلمان سوئد بیش از 12 نماینده ایرانی تبار وجود دارند. در بخش‌های مختلف سوئد، در بخش خصوصی، سرمایه گذاران، بخش فرهنگی، حضور ایرانیان واقعا چشمگیره و خب این تاثیر میذاره. این واضحه که دلیل اینکه این همه رهبران سیاسی سوئد امروز در این تظاهرات شرکت میکنن اینه که جامعه سوئد مسئله ایران رو یک مسئله مهم میدونه. درسته، گفتید که دولت سوئد به مسائل حقوق بشر خب خیلی توجه میکنه، ولی ما میدونیم که احمدرضا جلیلی الان سالهاست در زندانه. چطور تا به امروز کاری تونسته برای این شخص بکنه؟ خب دولت سوئد همه تلاشش رو میکنه در گفتگوهای دیپلماتیک، معلومه که دشواری هایی هست. اما این که مهمه در این مقطع زمان اینه که جامعه سوئد یک همبستگی واقعی داره در رابطه با مسئله ایران. این که 7 حزب سوئد اینطوری جمع میشن و همبستگی خودشون رو نشون میدن با مردم ایران، نشون میده که سوئد آماده است که اون قدم ها رو برداره برای اینکه کمک بکنه به مردم ایران و صدای اون مردمی که برای دموکراسی تلاش میکنن رو به همه جامعه سوئد، نه فقط سوئد، جامعه اروپا برسونه. الان یک هفته است تقریبا ما شاهد تجمعات در استکهلم هستیم، دیگر شهرهای سوئد، و تجمعات گسترده بوده تقریبا در اروپا میشه گفت. آیا همینطوری قرار ادامه بدید این اعتراضات؟ من احساس میکنم که اکثر اونهایی که در این تظاهرات شرکت میکنن تصمیم گرفتن که تا اون روزی که مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنن صدای اونها باشن در جامعه سوئد.